آمین آمین آیا تا با حال این تجربه رو داشتید که از سخن خود و یا تصمیمی که در گذشته گرفتید و یا رفتار خود تا مرز پشیمانی و حتی شرمندگی از اون یاد کنید من داشتم که آنچه را که گفتم ازش پشیمون شدم و چرا که انجام دادم ازش شرمنده شدم به طور خاص ما ایمانداران که نسبت به باور و بکران گذشتمون چه اعتقاداتی داشتیم نسبت به اون قوانین مذهبیمون سنتمون و چقدر هم در اون موقعیت ما سعی می کردیم که بهترین باشیم و تلاش ما در این بارها از خود من شنیدید که من گاهی سه شنبه ها از شب تا صبح میرفتم جمعکران قوم و نماز امام زمان میخوندم که حتما خیلی از عزیزان میدونی نماز امام زمان صد بار باید شما اون آیات رو بگی هم و سوره رو باید میگفتیم و زمانی که تموم میشد اگر هشت شب من شروع میکردم یه ساعت چهار و پنج صبح بود که ساعت 6 و 7 من از جمعکران قم رای تهران می‌شدم و خیلی دقت داشتم که نمازم قضا نشه حتی سالها چند سالی با خانوادم زهره جان و بچه ها اسکاندیناوی بودیم و به یاد نمیارم که نماز نخونده باشم و این باور رو داشتم و حتی تا مرزی که یک بار یک کشیش وارد خونه ما شد به قصد کمک فقط چون یک کتاب مقدس من هدیه کرد من اون رو از خونه اون بیرون کردم گفتم چایی تو بخور و اون رو از خونه بیرون کردم و از زهره جان اون روز گریه کرد و من گفت کار اشتباهی کردی و واقعا هم کار اشتباهی کردم این پیره مرد اسمش گولنار بود جالبه من حافظه خوبی ندارم اما خدا اجازه داده این حافظه من یاد این کشیش پیر باشه و میدونم این پیرمرد برای من دعا کرد اما عجیب هست، این افکار انسان این ذهنیت انسان که یک باره جای قرار میگیره که مقایرت و ذدیت و دوگانگی در فکر و احساس انسانی خود نیز پیدا میکنه هرچند ریشه در یک مغز هست که در وجود اون انسان هستش اما میبینیم که چگونه دلیلی میشه که یک پدیده نوین رو جایگزین یک پدیده ای میکنه که بعدا بهش میگه خرافات لذا که شما اگر امروز من بگید بعد رسول چرا اون پیر رو بیرون کردی علتش این بود که خب من فکر کردم اون میخواد من مسیحی بشم من ارمنی بشم اون تصورات من نجس بشم باز میخوام این تصورات اعتقادات من بود و خرافه بود امروز بگید اون چه تصوری بود میگم این تصور جهل و خرافات بیش نبود تعصبات بیهوده من کاملا با امروز متفاوت هستم کاملا با امروز نیز میبینم فکر من نسبت به اون روز همخونی نداره شاعری نیز اعلام میکنه نیم عمرت در پریشانی رود نیم دیگر در پشیمانی رود و همه ما انسان ها به نوعی چنین تجربه کردیم اشعای نبی رو همه میشناسیم اشعای نبی کتابی رو در کتاب مقدس داره که 66 بابه از این رو بهش میگن کتاب مقدس کوچیک چون کل کتاب مقدس هم 66 کتاب نامه هست جمعا میگن این کتاب مقدس کوچیک است و ما میبینیم که بیشترین پیشگویی ها رو در کتاب اشعیا به طور خاص اشعیا 53 داره دربارش صحبت میکنه اما اشعیا نبی نبی خداوند بوده با خدا در رابطه بوده نبوت میکرده برای قومش ولی وقتی که خدا رو ملاقات میکنه در کتاب اشعیا 65 این گونه میگه پس گفتم وای بر من که هلاک شدم زیرا که مرد ناپاک لب هستم نبی خداست از طرف خدا نبوت میکنه برای قوم اسرائیل همه یه نگاه دیگه ای به او دارن تصور بر این هست کسی که با خدا راه میره اما چگونه هست که این مرد اعلام میکنه که من دروغگویم به نوعی به نوعی داره میگه که من اهل ریا هستم من سخنان زشت میگم من فحاشی میکنم وای بر من که هلاک شدم زیرا که مرد ناپاک لب هستم شاعری اعلام میکنه من از عمری که با زاهد فنا کردم یعنی کسی که پرهیزکاره کسی که ادعا داره ادعا داره به خدا نزدیک هست من از عمری که با زاهد فنا کردم من از جوری که در راه خود در راه خدا کردم پشیمانم اون ریتمی که داشتم مرد خدا رو دیدم اشعیا رو دیدم فلان کشیش رو دیدم فلان آخوند رو دیدم خیلی ادعا داشتم ولی عجیبه گویا که فقط ادعا بوده اما این گونه نبوده همون گونه که ما میبینیم که اشعای نبی نیز اعلام میکنه وای بر من که حلاق شدم زیرا مرد ناپاک لب هستم و در میان قوم ناپاک لب ساکن هستم یعنی قومی که با سخنان زشتشون با دروغهاشون با غیبتهاشون به سر میبرن و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است واو چه اتفاقی افتاد که وقتی که اون رو میبینه اشعیا تازه به ارزش و جایگاه خدا پی میبره که او پادشاه لشکرهاست یهوه سبایوت هستش در ملاقات با خدا در وجود اشعیا حقیقتا گویا تحولی به وجود آمده بود اتفاقی افتاده بود نگرش او رو عوض کرد همون که نگرش من و شما امروز عوض شده همون که امروز من شرمنده این هستم که 27 سال پیش 29 سال پیش کشیشی رو توی کشور خودش سوئد از خونه خودم بیرون کردم چون میخواست من کتاب مقدس بده بهش گفتم کتاب مقدس رو بزا تو کیفت من قرآن رو دارم از زیر میزم در آوردم و به اون نشون دادم و گفتم من دیپلمش دارم تو سیکلش رو داری برو بیرون و از چایشو که خورد کردمش بیرون از خونه از خونه خودش از کشور خودش من به اون توهین کردم اما امروز شرمنده هستم نسبت به کار گذاشتم میدونم که خدا من رو بخشیده میدونم که حتی اون پیرمرد برای من دعا کرده برای درک بهتر از این نگرش جدیدی که اشعای نبی داشته میخوایم نگاهی هم بکنیم به درست رسولان مسیح رسولان مسیح سه سال و نیم از ایسای مسیح تعلیم گرفتن سه سال و نیم معجزات او رو دیدن سخنان پرنفوز او رو که حتی تاثیر میذاشت روی دشمنان مسیح رو دیدن حتی به توسط مسیح با عطایایی که به اونها داده بود اونها رفتن در نام مسیح مریضان رو شفا دادن روحای بد رو بیرون کردن اما زمانی که عیسی مسیح به خاطر گناهان بشری از روی صلیب رفت و مرد و حتی قیام کرد درک درستی از کار مسیح نداشتند گویا تعلیم رو گرفتن اما تعلیم پذیر خوب نبودن گویا در وجود اونها قدرت تعلیم پذیری نبود و نمی در درک درستی نسبت به تعلیم پذیری نیز داشته باشند. در انجیل لغا 24 44 45 نیز اینگونه اعلام میکنه و به ایشان گفت همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم خیلی دور نریم در موقعیتی که شاگردان بودن یکی از سخنان به پتروس بود وقتی پتروس ادعا کرد که من تو را هرگز منکر نمیشم و حقیقتا نمیخواست منکر بشه حقیقتا قصد پتروسی نبود که منکر بشه اما مسیح به او گفت تو مرا سه بار منکر میشی تا که بانک خروس یعنی سه بار که خروس صدا میزنه میخونه که در اصل یک لولی گذاشت برای پتروس که سی بار نشه سی بار نشه سه هزار بار نشه که به یاد مسیح اومد همون موقع هوشیار شد متوجه شد پس مسیح بعد از اینکه قیام میکنه شاگردان خودش رو میبینه در انجیل لوقا 24 میگه و به ایشان گفت همین از سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم ضروری است که آنچه در تورات و تورات موسی و صحفه انبیا و زبور در باری من مکتوب است یعنی کلام خدا که اونها از کلام خدا آگاهی داشتن و میدانستند که ماشیم میاد نجات دهنده میاد انجیل در کتاب اشعیا 53 دربارش صحبت شده بود که مسیح چگونه حتی قربانی گناهان بشریت میشه من مکتوب است به انجام رسد و در آن وقت ذهن ایشان روشن کرد و در آن وقت ذهن ایشان را رو روشن کرد نمیگه ذهن اونها روشن شد نمیگه وقتی که مسیح با اونها گفت اونها هوشیار شدن نه میگه ذهن ایشان را رو روشن کرد به توسط روح القدس تحولی پیش اومد برای شاگردان که شاگردان تازه متوجه شدن موضوع مرگ و قیام عیسی مسیح چی است و میگه روشن کرد تا کتاب را بفهمند کلام را بفهمند و این لمس تازه ای بود که در به توسط روح القدس در دل آنان نیز ایجاد شد شاعر اعلام میکنه اندر این کوچه پریشانی بس است خیلی موقع هستش که ما حتی کلام رو میخونیم کلام رو میشنویم گویا متوجه نمیشیم گویا برامون باز نمیشه درک میکنیم همون لحظه که این کلام چقدر زیباست این کلام چقدر خوبه اما درک درستی نسبت به این کلام نداریم ان در این کوچه پریشانی بس است گر گریه آهسته پشیمانی بس است چون خوب تعلیم رو دریافت نکردیم تعلیم میتونه خوب داده شده باشه اما تعلیم پذیری در وجود من ضعیف بوده نتوانستم نسبت به اون تعلیم نیز رفتار کنم و عمل داشته باشم پس متاسفانه بازم باعث پشیمانی و پریشانی من شده و همان گونه که عیسی مسیح به شاگردان اشاره میکنه میگه ذهن ایشان را رو روشن کرد میباید این ذهن رو به توسط روح القدس روشن کنیم تا کلام خدا چه شنیده میشه و چه خوانده میشه در زندگی ما تأثیر داشته باشه همان گونه که همه میدانیم ذهن مجموعه ای از توانایی فکری و دادهها و تجربیات و تعالیمی هستش که از شنیدن و حتی دیدن در شخص تصویری رو ایجاد میکنه در بوده تصمیماتش قضاوت و داوری و نیز آنچه که هدفی میبینه برای زندگی به او ارائه میده و میتونه کامل و خوب باشه و میتونه متاسفانه ناقص باشه و دلیل شکست هاش بشه حتی دلیل آسیب هایی باشه که میخوره و حتی میتونه یک هوشیاری اشتباه باشه از ترساش، از ناامیدیهاش، از سرزنشها، از دروغ و خرافه ها که او رو مجبور میکنه برای رسیدن به هدف دروغ بگه برای رسیدن به هدف در موقعیت خرافه قرار بگیره به طور خاص همه ما به خوبی میدونیم امروز نمونهش کشور خود ما هست کشور عزیز ما هست که به خاطر سختی و مشکلاتی که داره مردمشون اسیر فقر رو فساد شدن و خدای حقیقی رو نمیشناسن میگن خب حالا ما یه دروغ مستعتی بگیم خب همه دارن دروغ میگن خب ما بگیم رهبرش دروغ میگه رئیس جمهورش دروغ میگه پاستار دروغ میگه آخون دروغ میگه قاضی دروغ میگه معلم ببخشید دروغ میگه خب چرا من دروغ نگم زندگیم بگذره دروغ میگه دروغ مصلحتی میخواد بگه و دروغه چیزی به نام مصلحت نه این کار شیطانه که در این افکار متاسفانه مذهبیون قرار میده گاهی خب دروغ میگیم و از طرفی اونقدر درها رو بسته میدونن و خدا رو نمیشناسن تو همین فشارها به دنبال فال و فالگیری میرن به دنبال خرافه میرن به دنبال این میرن که ای زندگیش بد شده چون حسن علی, حسن علی بک اونو چش زده ازش تعریف میکنن دنبال یه چوب میگرده بزنه به چوب میگه نکنه یه موقع زندگیم خراب بشه از این هست که وقتی که ذهنی هوشیار نیست آگاه نیست درک درست و تشخیص درست نداره متاسفانه به خرافه میره و روزگار اونیز بدتر خواهد شد همون گونه که متاسفانه در کشور ما می بینیم اینگونه هستش و جهل و جهالت دروغ و گناه سر سازگاری پیدا کرده در جامعه ما باز شاعری میگه همه دنیا شده از مکر و درویی و دقل همه دنیا شده از مکر و درویی و دقل به همین شهر عزیزان بنویسید قذر چقدر اشعار، چقدر داستان ها میاد از ایران که در رابطه با متاسفانه موقعیت های بد هموطنان عزیز ما هستن که نیاز دارن به همون ذهنی رو که با دل تازه، با روحی تازه قوت تشخیص خوب رو خواهد گرفت در مزبور 82 سه لا پنج میخوانیم اعلام میکنه از حقوق بیچارگان و یتیمان دفاع کنید این کلام خداست این خدا داره میگه به این نویسنده و با هدایت روح القدس گفته از حقوق بیچارگان و یتیمان دفاع کنید حق مظلومان و فقیران را به ایشان رد کنید ستم دیدگان و درماندگان را از چنگ ظالمان برهانید اما شما به حماقت رفتار می نمایید یعنی عدم تشخیص درست این کلام برای ایمانداران بوده برای کسایی که یهوه خداشون هست گفته شده نه برای بود پرستا ولی میگه تشخیص درست رو ندارید که خدا دوستی خلق دوستیه مردم دوستیه محبت هستش خدا دوستی اگر فقط خدا دوستی باشه به یاد بده اون همون دایره مذهبه و انسان رو درگیر میکنه از چنگ ظالمان برهانید اما شما به حماقت رفتار می و در جهل یعنی خرافه و تاریکی یعنی دروغ دروغی که شیطان مهیا کرده زندگی می کنید. به همین جهت اساس اجتماع متزلزل است دنیا به هم ریخته نمیدونیم حتی کشورهایی که ادعا میکنن سیاستمدارانشون بسیار خوب هستن میبینیم مردم اونا وقتی باشین صحبت میکنن اونا میگن نه بابا سندمی. همین موضوع کرونا رو شما یه نگاهی بکن حتی این موضوع کرونا انگار سیاسی شده خودشون میگن خود سیاست مدارا میگن سیاسی شده نه ما مردم عام بگیم میگن گویا سیاسی شده دارن ازش بهره برداری میکنن یک دفعه همه کشورها میگن ما واکسنش رو درست که اختراع کردیم کشف کردیم چی شد همه با هم میگن همه فروشنده میشن همه میخوان رایگان بدن همه میخوان به فکر مردم رو... میشه و این اطمینان دیگه میبینیم در وجود مردم نیست نویسنده مزمور 82 در حینی که تعلیم دادن رو داره یادآوری میکنه به مخاطبین خود اما میبینه انگار هیچ امیدی نسبت مخاطبین نداره مطالبی رو داره میگه اما نسبت مخاطبین خود امیدی نداره که از این تعلیمی ای که داده میشه بتونن استفاده کنن و گونه که در جلسات بعد نسبت به این درس دلی تازه اشاره کردیم در کتاب اشعیا یک پنج و کتاب ارمیا هیوده نو که اعلام میکنه فکر آدمی مریضه یعنی ناتوانه از یک تشخیص حکیمانه و عالی هرچند انسان آفریده شده تا بیاموزد تا تعلیم بگیره اما قوت درک برای تصمیمات حکیمانه ضعیف و ناتوان می باشد یعنی ذهن او متاسفانه مریض شده شاید خیلی از مطالب رو میفهمه میشنوه اما به درستی نمیتونه اون رو بپذیره با توجیهات اون رو به نوعی ماسمالیش میکنه فراموش نمیکنم یکی از عزیزانمون رو در ایران که خیلی دوستش دارم و قلب بسیار خوبی داره من روزها اینو بشارت دادم حتی اسلام شناسی باش کار کردم که نسبت باور اسلامی نیز هیچ سوالی نداشته باشه اما در انتها به من گفتش که من رو واقعا متوجه شدم عیسی مسیح خداونده من واقعا متوجه شدم که اسلام دین خدا نیست اما فکر میکنم خدا به من یه فرصتی داده من در همین شرایطی که وانمود میکنم مسلمان هستم مکه میرم و و بمانم تا ثروتمند بشم دقیقا از صحبت های منم استفاده کرد جواب منو داد و چقدر سخت زمانی که ذهن انسان متاسفانه مریض هست و ما هرگز حتی با منطق نمیتوانیم اونها رو متقاعد کنیم مارتین لوترکینگ میگه هیچ چیز در دنیا خطرناکتر از جهل خالصانه و نادانی آگاهانه نیست میدونیم جهالته مثل خیلی از مسلمانان در زمان محرم آشورا تاسوا میدانند آنچه را که انجام میدن رضاعت خدا درش نیست بر سر خود میزنن بر سینه خود میزنن جریه میکنن فقان میکنن و بعضی هاشون که دیگه در اشد بیخردی عمل میکنن و میرن به امامزاده ها دلا دلا میشن بعضیا وقت میکنن و میگن ما سگ فلان امام هستیم اینها رو میگن وقتی باشون صحبت میکنیم میگن نه نه منظور ما این نیست که ما سگیم ولی کار سگ رو انجام دادم که سگ نسبت به جایگاه خودش اون غریزه خودش جای درستی ایستاده و حیوان خوبیه اما میاد اون انسان با توجه به اینکه میدونه جهالت و بیخردی در این عمل هست اما اون رو نیز انجام میده و دست به اعمالی میزنه که متاسفانه باعث میشه که نسل بعدی نیز آسیب بخورن و همون گونه که اشعیای نبی و شاگردان مسیح به توسط خدا درک درست از کلام خدا رو یافتن انسان مشتاق به حقیقت انسانی که به دنبال حکمت هست به راحتی به توسط روح القدس میتونه ذهن خودش رو بپرورونه از کلام خدا و نیز به توسط روح القدس مشروط بر اینکه در کنار ایمان به کلام خدا و وفاداری به روح القدس نیز جدیت داشته باشه در جدیت قدم برداره در نامه اول قرنتیان دو شونزه میخونیم اعلام میکنه ما به توسط روح القدس فکر مسیح را داریم آمین زمانی که روح خداوند در ما عمل میکنه مسلما ما میتونیم به راحتی در اون جایگاه درست قرار بگیریم تا حتی کلام خدا برای ما مکشوف بشه خیلی از عیزان هستن به من میگن بعد در رسول ما کلام رو میخونیم درک نمیکنیم منم یه زمانی اینگونه بودم شاید الانم بعضی از قسمت‌ها نیاز داره که بیشتر تحقیق کنیم تلاش کنیم ادبیات مسیحی بخونیم به کلاس‌ها بریم در کلیسا اما اگر پیوسته اینگونه باشه این نشون میده که یوشع یک هش در من عمل نمیکنه که کاملا تمرکزم روی اون کلام باشه و روح القدس این رو برای من مکشوف کنه حدود 15 16 سال پیش در بربنک من خدمتی رو داشتم در یک کلیسایی که اون جایی که بودیم یادم هست یک شب بعضی از شعبانان و کشیشان اومدن اونجا که برای اعضا دعا کنن و همچنین خادمین در جمع اونا کشیش ادوارد عزیز که در گذشته اسقف کلیسای جماعت ربانی در ایران ایشون بودن و الان نیز خدمات خودشون رو دارن ادامه میدن در مینیستریشون ایشون در کنار خادمین برای همه دعا میکردن و من یه قسمت ایستاده دادم برای این نفر دعا میکردم برادری به نام هارمیک نکشش هارمیکه عزیز این برادرم عزیز حسن هارمیک جان که در گلندر زندگی میکنن گاهی نزد ما میان صداشو شنیدم گفت برادر ادوارد بیایید برای کشش رسول دعا کنیم که خداوند با مسحی تازه اونو برکت بده من اون هنوز کشیش نبودم یک معلم بودم بعدر ادوارد اومد و من همی داشتم برای نفر دعا میکردم دستش رو گذاشت که بدن من پور از گرمای روح القدس شد و گفت خداوند و از تو میخوام برادر رسول رو عطای مکاشفه یه کلام بدی و بعد از این که این دعا کرده شد من معمولا یک شنبه ها خب معلم بودم یه جزوه ای هست شاید خیلی از شما داشته باشین جزوه رو من اینو جمعوری کردم از دروسی که در کلیسای جماعت ربانی بود بعد در داراب عزیز زحمت چاپش رو کشیدن زمانی که میرفتم برای سر کلاس این جزوه رو می بردم 19 تا درس بود و من هر بار یکی از این درس رو می گفتم ولی اون روز یک شمه وقتی که از خواب بیدار شدم و رفتم دعا کردم خدا کلامی رو که من داد انقدر برای من مکشوب شده بود که تا به اون روز چنین اتفاقی برای من نیفتاده بود و تصمیم گرفتم همین کلام رو من ببرم برای سر کلاس و از اون روز به بعد کلاس ما جمعیتش بیشتر شد بیشتر شد حتی همون چهار شم... سه شنبه هایی که ما در بربنک تو اون کلیسا من خدمت میکردم اونجا هم کلاسی رو گذاشتم و جمعیت کلاس ما تقریبا جمعیت خود اعضای کلیسا شده بود که همه میرفتن از تو کلاس میاد و این رو خدا برای من باز کرده بود این رو به شما نمیگم که به عنوان یک تجربه خیلی هوشیار باشیم تجربه روحانی ما درست میتونه باشه برای ما اما فیلتر تجربیات روحانی ما کلام خداست اگر کلام خداوند اون رو تصدیق نمیکنه نمیپذیره اون یک تجربه روحانی برای من هستش نباید من اینجا بیام تعلیم بدم و اون رو من هرگز تعلیم نخواهم داد اما آنچه که به شما گفتم مطابق کلام خدا نیز خدمتون میگم که در نامه ابرانیان شش دو و نیز اول تیموتائوس 4 16 پولس رسول نیز در اونجا داره در به تیموتائوس میگه به یاد داشته باش دستانی که بر تو گذاشتن و اون مسیحی رو که داری و آیات بش... بسیاری هست که وقتی خادمی مشغول خدمت میشه خداوند او رو میخواد برکت بده مازیار عزیز لطفا با ما باشن مازیار جان لطفاً بفهم لطفا بایستیم میخوام برای مازیار دعا کنم خدا را شکر برای وجود همه شما عزیزان مازیار عزیز و همسرشون کاترین جان از خادمینی هستن که در طول سالها ایمان آوردن لطفا بفرمایید اینجا ایمان آوردن و در کناری که ایمان آوردن وفادارانه موندن و در قسمت خدمتشون نیز توانستم به جایگاه بسن امروز نیز قسمتی از موقعیت در از مالی کلیسا تو دستشون هست و میخوام برای این خدمت نیز دعا بشه روبن جان شما هم کنار ما باش به عنوان که از رهبران کلیسا که شما مس خدا رو دارید و ایمان دارم همین مس این لمس که کلام خدا میگه وقتی دعا میکنیم روی شخص تاثیر میشه لطفا ما جان با یه فاصله حتما رعایت خواهیم کرد اینجا بایستید سپاس گذارم و میخوام همینجا خوبه میخوام دعا کنیم و در کنار دعا میخوام سوال کنم از شما اگه مطلبی هست بخوای صحبت کنی بله بر. برادر ما اینقدر فروتن هست میگه کشی رسول اینقدر حرف میزنه نمیزنه من حرف بزنم چه گفتی اینو بله خدا شکر چون کاترین جان دارن از فرزندانشون نگهداری میکنن من نخواستم از ایشون اگر نه درست این هست که با همسر خادم من اگر امروز به عنوان کشی کلیسا هستم همسر منم هم کشیش هستش چه فرقی نمیکنه روبن عزیز اگر در قسمت پرستش مست خدا رو دارن زینا جان هم خادمی هستن که خدا زن و شوهرها رو خدا در کنار هم قرار میده اگر میتونن کاترین جان بیان میخواین ممنون میشم که بچه ها رو به اسمانی زور جان هستم پس خداوند میخواد که ما برای هم دعا کنیم خداوند میخواد که شبانان برای خادمین دعا کنن که اونها همون گونه که برادر ادوارد که پدر روحانی من هست برای من دعا کرد و مسیح رو از خدا گرفت برای من که مکاشفه کلام خدا هست و من میتونم از اون به بعد نیز توانستم کلام رو بیارم موعظه کنم من نیز میخوام برای عزیزان دعا کنم جای بعضی از رهبران ما که الان نیستن خالی هستش اما در قیاب آنها به نمایندگی اون بعد در روبن عزیزم زیناجان جان زهره جان که اینجا هستن با همدیگه میخوایم دعا کنیم زیناجان جان شما هم لطفا بیاید نزدیکتر زهره جان شما هم همچنین نزدیکتر و شما دستاتون رو به سمت عزیزان بگیرید مرسی کاتین اینجا که اومد خدای قدوس هللویای روح القدس عزیزم خداوند را سپاس گذاریم که کلام تو ما را تشویق میکنه تا بتوانیم در مسیر اراده تو نه تنها نجات یافتگان باشیم بلکه خادمین تو باشیم اینک از تو میخوام در نام پر جلال ایسای مسیح مطابق فیض تمر کنه ای خداوندا آنچه را که ای خداوندا دلیل عشق و محبت تو شد برای نجات کاترین عزیزم مازیار عزیزم فرزندانشون ای خداوندا عطایایی که به عزیزان دادی تا نام تو رو جلال بدن این از تو میخوام در نام عیسی مسیح این مس بیشتر از گذشته ای خداوند بر برادر و خواهر من قرار بگیره در نام عیسی مسیح عزیزان را قوت ببخشی ای خداوند به مسی تازه به دلی تازه به قوتی تازه ای خدا تا بیشتر از گذشته برای تو خدا در وفاداری به کلیسای تو بیستن و نام تو رو جلال بدن آیا ما زیاره عزیزم کاترین جان اعلام می کنید که وفادارانه تا زمانی که بر روی زمین حیات دارید برای مسیح و کلیسای او بیستید آمین هاللویا هاللویا خداوند اینک از تو میخوام تو نیز مطابق فیضت عزیزان مرا برکت بده برکات روحانی برکت مالی خداوند و هر آنچه که مستعد دلشون هست در نام پدر پسر روح القدس در نام عیسی مسیح آمین آمین به شما عزیزان تبریک میگم عزیز بفهم باشین بفهم هاللویا شکر 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 آمین در مزبور 119 که میدونید مزبور 119 تکه بر تعلیم کلام خدا میکنه 97 تا 101 رو براتون می‌خونم اعلام میکنه خداوندا کلام تو را چقدر دوست دارم میتونی بگی آمین؟, آمین. وقتی میگی آمین یعنی منم دوست دارم آمین خداوندا کلام تو را چقدر دوست دارم تمام روز در آن تفکر میکنم پس برای یک زمان نیست که بگم به اون بسنته میکنم احکام تو مرا از مخالفانم حکیمتر ساخته چرا وقتی که روح خداوند دل تازه به من میده ما در جایگاهی قرار میگیم که بیمرز مرز میتونیم از خداوند بهره حکمت و محبت بگیریم زیرا در ذهن من زیرا در ذهن و وجود من هستی آری حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم زیرا دستورات تو را اطاعت کرده از رفتن به راه بد پرهیز کردم زیرا خواست من این بوده است که کلام تو را اطاعت کنم آمین. آمین. وقتی که ما این اعتماد رو داریم به کلام خدا این اشتیاق رو داریم به توسط روح القدس خدا به ما حکمت خواهد داد ذهن ما رو نیز میپرورونه همون گونه که اندیشمندی اعلام میکنه به دانش بزرگ و همت بلند نه با زور بلکه با دلیری و هوشمندی برای آنچه که باور دارم خواهم ایستاد و مجال این رو نمیدم که نقطه ضعفی در من قرار بگیره پولس رسول یکی از شخصیت هایی هستش که به وضوح نشون داد مخالف مسیحی ها بود و با اونها دشمنی می کرد. اما زمانی که مسیح او رو ملاقات کرد کاملا نگرش اون عوض شد کاملا فکر اون عوض شد و در جایگاهی قرار گرفت که توانست نه تنها بی ایمانان را تشویق به ایمان بکنه بلکه برای ایمانداران اصر خودش و نیز نسل آینده که ما هستیم به عنوان یک معلم روحانی خوب قرار بگیره و ما رو در جایگاهی قرار بده که بتونیم زندگی سالمی رو نیز داشته باشیم باز شاعری اعلام میکنه اوج نادانی آنجاست که بخواهی ثابت کنی حق با توست پولس رسول اونجا ایستاده بود میخواست فقط ثابت کنه که مسیح اشتباه کرد رسولان اشتباه میکنن ولی وقتی که مسیح اون رو ملاقات کرد کاملا این عوض شد اوج نادانی آنجاست که بخواهی ثابت کنی حق با توست اوج هنرمندی آنجاست که ببینی کجا در اشتباهی و وقتی که روح القدس پولس رو قلبش رو لمس کرد متوجه شد که در اشتباه هستش و چقدر زیباست اگر در اشتباه هستیم یه تفکر عمیقی بکنیم اگر به ما دو نفر میگن اشتباه میریم تفکر عمیق کنیم و در حضور خدا بریم تا خدا این رو برای ما باز کنیم و اشتباهات ساده نگاه نکنیم متاسفانه خیلی از اشتباهات در طول تاریخ امروز یک راهی شدن که مردم جهان رو منحرف میکنن و خیلی از اشتباهات ماها توی زندگیمون شاید امروز یک طریقی شده که بچه هامون، همسرمون، دوستانمون هم دارن همون راه رو میرن فکر میکنم اون راه درسته همون گونه که متاسفانه 1400 سال یک اشتباه بزرگ رو ملت ها پذیرفتن و امروز در درد هستم به خاطر این باور اسلامی و به طور خاص کشور عزیز ما نیز اونجا درگیر شده در یک مقاله خوندم که شکس، شکسپیر اعلام کرده بود خندیدن به اشتباهات می تواند عمرتان را طولانی کند و قسمت پایین ترش نوشته بود همسرک شکسپیر نوشته بود اما خندیدن به اشتباهات همسرتان میتواند عمرتون رو تموم کنه پس تو این هوشیاری باید داشته باشیم نمیتونیم نسبت به اشتباهاتمون همیشه بی‌توجه باشیم بگیم خب با یه اشتباهی انجام دادیم و تموم شده و همون گونه که عرض کردم پولس رسول که از مردانی بود که متوجه اشتباه شد و با ملاقاتی که با خدا داشت میبینیم که چگونه ایمانداران رو به یک زندگی سالم و کلیسا رو به یک زندگی حکیمانه بدون دروغ و خرافه تشویق میکنه در نامه افوسیسیان چهار بیست و یک بیست میخونیم که اعلام میکنه هرگاه او را شنیده اید الان دارید میشنوید هرگاه او را شنیده اید و در او تعلیم یافته اید. یعنی قابل درک بوده به طریقی که راستی در عیسی است تا آنکه شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد یعنی از ذهن مریض و اسیر فاسد میگردد از خود بیرون کنید از اون موقعیتی که در ذهنمون مانند یک دروغ و خرافه ایجاد شده و به روح ذهن خود را تا تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده در مسیر هدف خلقت بپوشید لحاظا دروغ را ترک کرده هر کسی با همسایه خود راست بگوید زیرا که ما اعضای یک دیگر هستیم یعنی ما در بدن مسیح هستیم آیا به بدن مسیح میشه دروغ گفت آیا میشه در بدن مسیح زنا کرد آیا میشه در بدن مسیح گناه کرد پس این هوشیاری رو میگه باید داشته باشید ذهنت رو تازه کن اونجا که اسارت ها هست از اون اسارت ها بتونی آزاد بشی اما وقتی که دل ما تازه میشه و خبر خوش برای تمام آنانی که مشتاق حکمت عالیه هستند این هست که میباید در مسیر اراده خدا در عهد جدید به توسط روح القدس ذهن خودش رو شفا بدن صبوری کنن بمانند در اون دعاها در نامه ابرانیان ده شونزن می میخونیم اعلام میکنه این از آن عهدی که بعد از آن ایام با ایشان خواهم بست کدوم عهد؟ احت؟ عهدی رو که در حزقیال سی و و باب یازده و کتاب یوئیل 28 اشاره میکنه که روح خود را خواهم ریخت تا وجود شما از اون قلب شکست قلب سنگی آزاد بشه و گوشتی بشه قابل درک بشه باز منظور فکر انسانی است خداوند میگوید احکام خود را در دلهای ایشان خواهم نهاد و بر ذهن ایشان مرقوم خواهم داشت یعنی ساکر میکنم اون حکمت خودم را تا بتونه اون هوشیاری رو نیز داشته باشه مبادا به عنوان یک افراد مسیح من از خودم میگم یک کشیش مسیحی فقط تعلیم دهنده خوب باشم اما خودم اصلا تعلیم پذیر نبوده باشم من فقط تعلیم دادم اما زندگی من پر از گناه باشه همچین راه دورم نریم که بگیم حالا بعد رسول میره تو آسمان برش داوری میکنه خود حسابشو میرسه نه خیر همینجا روی همین زمین مردم حساب منو میرسن چرا میبینن متوجه خواهن شد تا کی میتونن تا کی من میتونم با مردم رو فریب بدم پلیسی جلوی یک زنگ رو میگیره به خاطر سرعت زیادی که داشته و بهش میگه سرعتت خیلی زیاد هستش میگه ببخشید من معلمم دیرم شده باید میرفتم هر چیز تا سر کلاس میگه ای تو معلمی گویا پولیسم هم همچین دل خوشم معلم ها نداشته و بعد میگه او یادم هست معلم ها وقتی ما یه اشتباه میکردیم میگفتم بیاد بنویسید حالا بیا بیرون هزار بار بنویس که من دیگه با سرعت زیاد نمیرم بله تو همین دنیا ما جواب خواهیم داد تا چقدر زیباست نسبت به نقط ضعف هایی که داریم ما بتوانیم در حضور خداوند اون ذهنمون رو تازه کنیم پی ببریم به اشتباهاتمون که کجا ایستادیم و مطمئن باشیم که خداوند مطابق فیضش ما رو از اون شرایط سخت نجات خواهد داد اما میخوایم بریم با همدیگه ما بورشور نمیدیم همون گونه که خدمتون عرض کردم من نمی. پرویز جان آیا از تعلیم تا تاثیر رو میتونیم داشته باشیم؟ سپاسگزار هستم اگر هستش عزیزان میتونید عکس بگیرید اگر داریم سپاسگزار میشم یه عکس از این بگیرید بله اومدش نه آیا نمیخوام بعد بله. اگر توجه بکنید خب از تعلیم تا تاثیر. از که قبلا ما چه این درسی رو داشتیم این رو خیلی خلاصه کردم تعلیم در شنیدن هستش نامه رومیان ده هیده. اعلام میکنه ایمان از شنیدنه و شنیدن از کلام خدا پس باید کلام خدا رو نیست ما بخونیم نسبت به آنچه که ایمان داریم نکته بعدی تعمله در آنچه تعلیم داده شده فکر کنیم اندیشه کنیم فقط کشیش رسول صحبت که شکرد معایزه کرد خب شما وقتی رو گذاشتید لطف کرد از راه دور و نزدیک اومدید اجزای که روی فیسبوک هستن روی اینستاگرام هستن روی صحبت های من لطفا تعمل کنید با کلام خدا فیلتر کنید اگر میبینید نمیتوانید اون گونه زندگی کنید تماس بگیرید با کشیش رسول یا شبانتون بگید ما واقعا این گونه که بعد از رسول گفت نمیتونیم زندگی کنیم و قبل از اینکه دیر بشه به داد خودمون برسیم پس تحمل کنیم مطابق نامه افوسیسیان 5 17 نقطه سوم تحقیق تحقیق برای کشف حقیقت کلامی رو که میشنوید با کلام خدا همون گونه که گفتم فیلترش کنید آیا حقیقت داره یا نه من برای آنچه که تجربه شده او به شما گفتم اما اگر بر فرض مثال من تجربه میکردم مثل داوود داوود تجربه داشت در حضور خداوند که سنگ کرد جلیات رو زد خرس رو کشت شیر و کشت اما آیا شما قسمتی از کلام خدا رو میخونید که بگن هر کسی میخواد با دشمن روبرو بشه سنگ بندازه نه پس این مطابق کلام خدا نیست این یک تجربه ای بوده برای فقط دابود بوده پس تجربیات ما تعلیم ما نباید بشه این هوشیاری داشته هوشیاری داشته باشیم باید تحقیق کنیم مطابق نامه اول تسالونیکیان 5.21 میگه همه چیز را تحقیق کنید نکته سوم تایید یعنی ایمان ما هست تایید به آنچه که تعلیم داده شده مطابق دوم پتروس 1.16 16 الی 18 پتروس میگه آنچه را که امروز داریم با شما میگیم عزیزان افسانه نیست ما مسیح رو دیدیم ما معجزاتش رو دیدیم ما مرگش رو دیدیم ما قیامش رو دیدیم من و شما به توسط روح القدس آنچه را که کلام گفته دیدیم و بر قلبمون ثابت شده و تاثیر تعلیم حقیقی آنچه را که اون چهار نکته که عنوان شد به سه بخش تقسیم میشه من نمیدونم آیا داریم اینجا بله سپاس گذارم خیلی زیبا یه دست برای پرویز عیزم بزنید با تواجه مرسی پرویز جان که میبینیم نکته اول تولد تازه هستش رشد شخصیتی در مسیر تعلیم داده شده مطابق متا 548 میگه کامل شوید همچون خدای پدر و همچنین افوسیسیان 428 نکته این قسمت چپ و راست که از اصول رشد روحانی ما هست انتشار تعالیم هست مشروط برای اینکه مطابق یوشع یک در کلام خدا تفکر کنم ذهنم رو تازه کنم ذهنم رو مطابق آنچه که کلام خدا گفته پیش ببرم و نیز نو قسمت بعدیش خدمت در مسیر تعلیم هست اگر من حقیقتا به مسیح ایمان آوردم نمیتونم سکوت کنم سخن خواهم گفت و چون سخن میگم از کلام خدا میگم خدمت من نیز در اون قسمت رشد میکنه سخن میگم مطابق مزمور 116 ده که میگه ایمان آوردم و سخن گفتم همچنین پولس رسول در دوم قرنتیان 12 11 اشاره میکنه و همچنین نسبت به خدمت من وقتی که از روح القدس پر میشم مطابق متا 28 19 و رومیان 12 11 نمیتونم بگم من خادم نیستم من در ملکوت خدا سهمی برای خدمت دارم تا بتونم عمل کنم و نهایت آن تکمیله یعنی گسترش ملکوت خدا مطابق دوم تیموتائوس دو دو و انجیل یوحنا 15 نو 16 که وقت نداریم بخونیم اینها رو اما دوم تیموتائوس دو دو میگه آنچه را که به تو آموختم به دیگرانی که میتونن به دیگران بیاموزن برو بیاموز و این ادامه داشته باشه و اگر این نبود امروز من و شما ایمان نمی آوردیم در هر جایگاهی که هستیم این رو بدونید ما مسئول هستیم که آنچه را که یاد گرفتیم از کلام خداوند به دیگران نیز برسونیم بریم با هم دیگه نکته سوم رو داشته باشیم اگر همه این نکات رو داریم سپاسگزار میشیم میدونیم که موضوعی که داریم ما پیگیری میکنیم عزیزان دلی تازه هستش از سری درسهایی هستش که چگونه میتونیم در برابر آنچه که قبلا اعلام کردیم از سعدی دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست به چهار نکته پرداختیم اما بعد از اون پرداختیم به اینکه چگونه چگونه امکان پذیر هست خواهش میکنم اگر نبودید این موعظه رو میتونید روی یوتیوب برید پیگیری بکنید و کمک شما خواهد کرد برای زندگیتون میتونیم داشته باشیم ثمره روح خدا و دلی تازه در انسان گر که دل تازه شود با روح خدا چهره تابنده شود از روی خدا فارغ از شک و معمای روزگار آزاد گردد دل با شناخت خدا نکته دوم گر که دل تازه شود با روح خدا حس آکنده شود از مهر خدا فارغ از سرزنش و هر شکست روزگار آرام گردد دل با فیض خدا نکته سوم گر که دل تازه شود با روح خدا زه پرورده شود از کلام خدا فارغ از جعل یعنی دروغ فارغ از جعل و جهل روزگار هوشیار گردد دل با حکمت خدا آمین و در این مسیر قدم بردارید لطفا خواهشم این هستش که عزیزان این دروس رو جدی بگیرید باور کنید من میتونم فکر کنم که کلیسا یک نقطه ضعفی داره نسبت به اون نقطه ضعف تعالیم به شما بدم اما من در حضور خدا میرم و خدا با قلب من صحبت کرد در این دوران قرنطینه کرونایی من این دروس رو ادامه بدم امیدوارم موفق باشم برای اینکه شما عزیزان درک بهتری داشته باشید نسبت کلام خداوند و در صبر و آرامش و اعتماد کامل در حضور خداوند ذهن خودتون رو تازه کنید تا مبادا در زندگی موقعیتی قرار بگیریم که در توان اونی که ایمان داریم نباشیم بلکه بتونیم در حضور خدا مست روح او بشیم آمین؟, آمین این عمل رو انجام میدید در حضور خدا از خدا میخواید که از روح او پر بشید مولوی زیبا میگه اعلام میکنیم که گفتی که مستت میکنم پر ز آن چه هستت میکنم عطایایم رو به تو میدم پسرش داده از عطایاش که ما رو دریغ نمیکنه خدا گفتی که مستت می کنم پرز آنچه هستت می کنم. می کنم. گفتم چگونه از کجا گفتی که تا گفتی خدا گفتی که درمانت دهم بر حجر پایانت درم دهم بر اون جدایی ها بر اون فقان بر اون درد ها گفتی که درمانت دهم بر حجر پایانت دهم گفتم کجا کی خواهدین گفتی صبوری بایدین بمونید در دعا در صبر خدا بمونید وقتی صبح میشه میخواید دعا کنی نگو من پنج دقیقه دعا میکنم برم دنبال کارا خودتو ریلکس کن یه برنامه نیم ساعته بده به خدا صبح زود حداقل یک رازگاهان بده ساعت ده رازگاهان نباشه با خدا نمیخوام شریعتی فکر کنید اما این رو بدونیم اگر میخوایم بهترین ها رو دریافت کنیم باید تو وقتش بریم عزیزانی که سوپرمارکت دارن توی لس آنجلس آمریکا و حتی توی ایران هر کجا به خوبی میدونن برای اینکه بتونن محصول ارزون و خوب بگیرن صبح زود باید برن بازار غیر از این هست اینجا خیلی از عزیزان دانتان ساعت دو نصف شب میرن تا بهترین محصولات رو با ارزون ترین قیمت بگیرن آیا ارزش نداره صبح زود ساعت شیش صبح با خدا وقت بذاری تا از روح خدا پر بشی مبادا این دنیایی که این همه دام های شیطان درش نهفته است من و تو رو اسیر بکنه بریم با همدیگه دیگه بشنویم از نامه رومیان دوازده دو را که پولس رسول به عنوان یک هوشیاری به ما میگه نامه رومیان دوازده دو و همشکل این جهان نشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید مرسی به تازگی ذهن خود یعنی اون ذهنی که مسیح تازه کرد برات نه اون ذهن گذشته به تازگی ذهن اون کلامی رو که برادر رسول داره برات میگه کلامی رو که داری میخونی موعظه که توی ماشین داری گوش میکنی خدا قوتش رو به تو خواهد داد یک بار دیگه این آیه رو بخونید لطفا و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست آمین 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 و ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش ما رو برکت خواهد داد دیگه یک ایماندار توتیواری نیستیم یک شخص مذهبی نیستیم شخص آزادی هستیم که با اقتدار و امید میتونیم ادامه حیات بدیم با سپاس از همه شما عزیزان که با ما بودید روی فیسبوک روی اینستاگرام لطفا لحظه با دعای من متحد بشید عزیزان اگر احساس میکنید اسارت‌هایی هایی هست در فکرتون دلتون احساستون رفتارتون امیال کهنه ای هست اگر احساس میکنید و تجربه کردید کلام رو خوندید تا به امروز این کلام برای شما خیلی باز نشده قسمت هایی از کلام خداوند هنوز برات معماست میخوام دعا کنم که خداوند مکاشفه کلام به تو بده کلام برات مکشوف بشه باز بشه از خدا میخوام الان بخوام که به تو صبر بیشتری بده در کلام عجول نباشی فقط کلام رو نخونی و بگی تمام شد در 24 ساعت ده دقیقه فقط به خدا بدی حداقل ده یک ساعت زمان تو به خدا بده پدر آسمانی خدای قدوس تو رو شکر میکنم برای این محبت عظیمت تو رو شکر میکنم که تو انسان را آفریدی به شباهت خودت در بود روح خداوندا و تو میدونی که ذهن انسان مریض و ناتوان گشت اما تو که به بخ... پاس آن چرا که وعده دادی یگان پسرت عیسی مسیح رو بر روی زمین فرستادی تا هر کس که به او ایمان میاره روح تو رو داشته باشه روح القدس رو داشته باشه اینک از تو میخوام یک بار دیگه به لمسی تازه عزیزانی که در کلیسا عزیزانی که روی اینستاگرام عزیزانی که روی فیسبوک هستن حتی در تکرار این برنامه هستن لمس تازه ای کنه خدا و ذهن همه ما خدا به حکمت خودت برکت بده به قوت خودت برکت بده برای درک کلام برای خداوند درک اراده تو و این قوت رو داشته باشیم ای پدر عزیزم تا در مسیر اراده تو نیز به نیکوی قدم برداریم و نام تو رو جلال بدیم و چون همه اینها را در نام مسیح طلب دیم با ایمان دریافت می کنیم آمین. آم...